با خانم سلماز نراقی هستیم. ایشون شاعرن، نویسندن، محتوا برای کودکان تولید میکنند، کتاب مینویسند و ساز هم میزنند، ولی من شنیدم که ایشون دوست ندارن از ایشون به عنوان کسی که کار موسیقی میکنه یاد کرد. چرا خانم نراقی؟ البته خب دیگه به طور طبیعی اینجوری شده و من چاره‌ای ندارم که بپذیرم تا حدی که دارم کار موزیک میکنم، ولی علت این که پرهیز میکنم از این قضیه، به هر حال آدم ها بیشتر انگار که موسیقی، نمایش، یعنی بازیگری، شاید این بخش از هنرها بیشتر مورد توجه و بیشتر دیده میشه و بنابراین منو بیشتر به عنوان یک موزیسین میشناسن. اما این معنیشی نیستش که من یک موزیسین حرفه‌ای هستم، چون اگه بخوایم حرفه‌ای بودن رو به این معنا بگیریم که بیشترین تمرکز رو هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ در واقع تولید گذاشته باشم در زندگیم، روی چیزی بیشتر روی نوشتن گذاشتم و روی ادبیات تا در واقع روی موسیقی، ولی خب موسیقی همیشه با من بوده از بچگی و یه جورایی میتونم بگم که یک عنصر کمکی بوده در کنار آفرینش ادبی که به ویژه در سالهای اخیر داشتم و بیشتر متمرکز روی اجرا بوده، یعنی جنسی از شعر که بهش میگن پرفورمنس پوئتری و من از موزیک توش استفاده کردم. شما کتاب زیادی نوشتین، عمدتا برای بچه ها در مسائلی که میتونه توجه بچه ها رو جلب کنه، و خب یک کتاب هم دارین در مورد تحقیقاتی در مورد میرزاده عشقی. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو همدانی هستین یا دلیل دیگه داره؟ اتفاقا آخرین چیزی که یادم اومد موقعی که تصمیم گرفتم که برای در واقع این کار تحقیقاتی رو روی عشقی انجام بدم، اصلا به موضوع همدانی بودنش فکر نکردم، اگرچه همدانی بودنش بسیار به من کمک کرد به خاطر اینکه تونستم با خانوادش ارتباط برقرار بکنم، ولی یادمه که در اون زمان من تو خبرگزاری میراث فرهنگی کار میکردم و روزنامه نگار بودم. حوزه کاری ما تاریخ بود، تمرکزمون بیشتر تاریخ بود و من در اون دوران خاص روی تاریخ مشروطه و ادبیات مشروطه تمرکز کرده بودم. از طرف دفتر پژوهش‌های فرهنگی برای سلسله کتاب‌های از ایران چه می‌دانم به من یک پیشنهادی شد که برای فروغ فرخزاد کتابچه‌ای تهیه کنم، چون کتاب‌های اونها همه کوچولو بود، همون در حد 100 صفحه برای معرفی یک موضوع. من چون به هر حال داشتم تجربه شعری می‌کردم همه عمرم و میدونی شخصیت فروغ یک شخصیت اثرگذاری رو همه، یه زمانی هستش که تو مجبوری از کسانی که الگو میکنی فاصله بگیری. من یادمه که نمیخواستم بیشتر از این غرق فروغ بشم و گفتم که خواهش میکنم از من این بارو بردارین، این مسئولیت رو من به جاش میخوام یکی از شاعران مشروطه رو انتخاب کنم که چون الان دارم روی ادبیات مشروطه کار میکنم به درد بخوره. و عشقی رو انتخاب کردم به این علت که کمتر از بقیه میشناختمش، گفتم خب یه فرصتیه برای که من بتونم بیشتر بشناسم. و خیلی جالبه که وقتی بیشتر شناختمش دیدم چه مشابهت هایی وجود داره بین لاقل منی که دارم در واقع یه جورایی در فضای فرهنگی و هنری نفس میکشم و او به عنوان کسی که هم روزنامه‌نگار بوده هم به هر حال سر پرسودایی داشته و میخواسته که نمایش روی صحنه ببره، یه نکب موسیقی میزده و به هر حال کارهای متعددی میکرده، خلاص یک اکتیویست به معنی واقعی بوده. جز این که به هر حال من سیاسی نیستم، یعنی در این زمینه ما بچه اشتراکی با هم دیگه نداریم، ولی در بقیه جهات خیلی برای من این شخصیت بیمرور جالب شد. و بعدم به دنبال خونه و خانواده، به دنبال خونه‌ای که اونجا کشته شده گشتم توی تهران و پیداش نکردم و سر از همدان در آوردم و خانواده‌اش رو پیدا کردم و این منجر شد به این که من بتونم به ملودی‌هایی که ازش باقی نمونده، از این اپرا در حقیقت باقی نمونده، دست پیدا کنم از طریق حافظه خانواده‌اش که بعد اونا رو به نوت در آوردم در منتشر کردم. اشاره کردید به اپرا. خب گفته میشه که اولین اپرای ایرانی، که البته اپرا به اون صورت نیست، شاید موزیکال بهتر باشه آدم بگه، مال میرزاده عشقی، رستاخیز شهریاران ایران. اینو قرار شما همراه با آقای حسین حدیثی روی صحنه ببرید در ماه می در لندن در دانشگاه سواس. در رابطه با این اپرا یا موزیکال یا در این اثر میرزاده عشقی چی میتونین بگین؟
راستش خب واضحه، من تو کتاب هم نوشتم اولین چیزی که واقعا باید گفت اینه که کمتری شباهت به اوپرا داره، به اون معنی که ما از اوپرا میشناسیم برها در جهان، ولی باز به عنوان یه تجربه بومی، شاید اولین تجربه به قول خودش نمایش تمام آهنگی که داشته مینوشته، میشه گفتش که از یک مشخصات یا ویژگی هایی برخورداره که محل تأمل میتونه باشه و اینکه میتونه حتی روشنفکری اون دوره رو برای ما یه مقداری باز بکنه، یه بخشی از لایه هاشو که لایه های پنهان ترشه. ببینید من توی این کتاب، توی این تحقیق، به خاطر همون که گفتم با خانواده در ارتباط بودم، پیرترین عضو خانواده عشقی رو در واقع که باز مونده بود در اون دوره پیدا کردم و تونستم باهاش یک مصاحبه بکنم. از طریق ایشون من متوجه شدم که عشقی اصلا تبار اصفهانی داره و نه همدانی، و متوجه شدم که اینا خانوادگی پشت در پشت تضییع گردان بودن و اصلا یکی از علتهای، یعنی علت اصلی این که فامیلیشون کردستانیه اینه که گسیل شده بودن اونجا برای اینکه ترویج آینه تشیع بکنن، اونجا تضییع برپا کنن و تکیه هایی برپا میکردن. بعد که فکر کردم خب شما فکر کنید که عشقی هم عصر عارفه، عارف هم اتفاقا کسی بوده که خودش به گواهی نوشته هاش تحت تأثیر قرار گرفته بوده وقتی در ترکیه اولین بار اپراها رو میبینه و با خودش فکر میکنه که خب ما میتونیم اپرا داشته باشیم. بیشتر او بود که باید یه اولین کار رو میکرد، به خاطر اینکه اون موزیسیان بود واقعا، یعنی میرزاده عشقی، این همه عارف قزوینی، این همه ازش تصنیف باقی مونده، هنوزم که هنوز بسیاری از تصنیفهای مطرح موسیقی ایرانی آثار عارف هستن، ولی چرا عارف این کار رو نمیکنه؟ چرا عارف هیچ وقت شروع کننده این ماجرا نبوده که بیاد یک نمایشی؟ حالا به هر حال این سر پرسودایی که عشقی داشته و میخواسته نمایش روی صحنه ببره برای اهداف روشنفکرانش، آرمانهای روشنگرانش در اون دوره، باعث میشه که به هر حال بیاد توی عرصه‌ای که به نظر میرسه کمتر توش تخصصی داشته ورود کنه و یک نمایش آهنگینی بسازه که ترکیب شده از تیکه پاره های از اپرات، مثلا لیلی و مجنون، اپرات چی از این، یه تیکه از این برداشته، یه تیکه از اون، و یک ملغمه، مثلا یه آواز سگاه قفقازی شروع میشه و بعد شباهت زیادی نداره. اما برای منی که پیشینه خانوادگی اون رو به عنوان یک تضییع گردان، به عنوان تضییع گردانهای خیلی مسبوق به سابقه میارم، میذارم کنار این تجربه، یهو برام جالب میشه. یعنی فکر میکنم چقدر این میتونه معنادار باشه، چرا که وقتی شما اپرا رو میخونید بیشتر متوجه میشید یک تضییع است، یعنی یک سوگواریه از اول تا آخرش، یه سوگواری تا حدی زیادی ملال‌آور، یعنی در یه قسمت‌های واقعا ملال‌آور میشه برای پادشاهان و در واقع شکوه از دست رفته ایران باستان، یک سوگواری تمام عیاره و کوچکترین شباهتی با اپرا نداره. ولی به هر حال چون که شاید به دلایل مختلفی میشه یه جورایی گفت، چون قبل از اون اپرت‌هایی برگزار می‌شده در ایران، یه به تقلید از اپرت‌هایی که در تفلیس یا در استانبول اون زمان برگزار می شده، در ایران هم یک اپرات هایی ظاهرن، ولی اپرا به این معنا، حالا یا شاید خیلی در واقع جاه طلبانه بوده، شاید یک میشه گفت ادعای یه ذره بزرگی بوده، یا سر و صدایی بوده دور اطراف یک نمایش آهنگینی برای اینکه بیشتر دیده بشه. هرچه هست از دید من و از دید هر کسی که امروز به هر حال این متن رو میخونه، شباهت زیادی با اپرا نمیبینه. شما اشاره کردید به مشروطه و میرزاده عشقی. خب اسم میرزاده عشقی به نوعی با مشروطه گره خورده. یکی از کارهایی که در رابطه در اون زمان نوشت و بسیار شناخته شده است در مورد زنانه، ستابلوی مریم. امروز اگر آدم ستابلوی مریم رو بخونه، نمیدونم، حداقل من یه نگاهی بهش انداختم چند روز پیش، یاد مریم های امروز ایران میفتم، جلوم نمیدونم مهسا، نیکاس، سارینا، آرمیتا، اینا جلوم اومدن. چقدر زنان امروز ایران ربط دارن به اون زنانی که در زمان مشروطه زندگیشون برباد رفت؟ سوال خیلی خوبی کردین. من باید به این نکته اشاره بکنم که وقتی جنبش مهسا را افتاد،
گمان میکردم که واقعا میشه در تداوم دو انقلاب پیشین این جریان رو، جنبش رو، حالا چه به عنوان یک انقلاب متحقق بشه چه نشه، ارزیابی کرد. به این علت که وقتی که جنبش مشروطه شروع شد تا حد زیادی میدونید بخش مخفول مانده ای از تاریخ نگاری مشروطه همون چیزیست که خانم افسانه نجم آبادی سعی میکنه در اون کتاب در واقع حکایت دختران قوچان اینو بهش بپردازه و تأثیری که مثلا یک واقعه به اصطلاح ناموسی در تسریع انقلاب مشروطه تو اون دوران داشته رو در کتاب خودش بررسی میکنه. ولی به جز اون خانم جانت آفاری هم باز در کتاب دیگه‌ای بررسی کرده تأثیر زنان و در واقع کمک‌های خیلی جدی که زنها به پیروزی انقلاب مشروطه در اون دوره کردن، ولی بعد از اینکه انقلاب به ثمر رسید از این عرصه کنار گذاشته شدن، یعنی نه بهشون حق رأی داده شد و نه هرگز تونستن که ساده ترین حقوقشون رو که دنبالش بودن برای برابری، برای عدالت و برای حتی باز کردن مدرسه های دخترانه چه کوشش زیادی کردن بسیاری از این زنها و خیلیشون ناکام بود یا با دشواری های خیلی زیادی روبرو می شد، تا اینکه باز رسیدیم به انقلاب 57 و باز هم حضور زنها خیلی اونجا هم جدی بود. البته که خب تفاوت کرده بود، به هر حال ما دوران پهلوی رو سپری کرده بودیم، زنها تونسته بودن خیلی در عرصه های جدی و حرفه‌ای بدرخشن و بعد، ولی با این حال اونچه که نتیجه شد، حالا نتیجه‌ای که از این انقلاب 57 حاصل شد، نتیجه‌ای به نفع زنان به هیچ عنوان نبود. میشه گفتش که این جریان، یعنی اگر قرار باشه هیچ حرکتی در واقع به پیشوایی زنان در بعد از انقلاب حالا 57 بخواد اتفاق بیفته در دوره‌ای که ما الان هستیم، قطعا تلاشی برای به ثمر رسوندن اون کوشش آغازین که در مشروطه شروع شده هست، یعنی اینکه باید اینطوری باشه، بخواید حساب بکنی سیر منطقیش باید اینطوری باشه که بتونه اون حقی رو که 100 سال، بیش از 100 سال براش تلاش کرده بالاخره یه جایی بگیره و بتونه اونو در واقع زندگی خودش رو یه جوری معنا کنه که به دنبال معنایی که بوده در حقیقت از روز اول. خب به هر حال همه اینها، این زمانی که طی شده باعث شده که این نیازها هم حتی پخته بشه و تکامل پیدا بکنه، یعنی هی زن ایرانی بتونه خواستها و مطالبات خودش رو مرور کنه، بازنگری بکنه، تعمیق بکنه و اینکه در نهایت شاید این گذر زمان مطلوب باشه و بتونیم در یه زمانی به این هدف و جامعه عمل بپوشونیم که پخته تر شده و کمال یافته تر شده باشه. شما کار زیادی دارین در رابطه با کودکان، چه نوشتاری چه موسیقی، چطور شد که خواستید با کودکان رابطه برقرار کنید یا چی رو میخواستین به کودکان منتقل کنید؟ من خیلی به کار کودک علاقمند شدم وقتی اول دانشجوی ادبیات شدم، اصلا تصمیم گرفتم که رو ادبیات کودک متمرکز بشم. شاید واقعا تحت تاثیر موسیقی کودک بودم بیشتر، یعنی کارهای خانم سیمین قدیری که و به خصوص اون آلبوم قاصدک، به خاطر مفاهیمی که توی اون گرد آورده شده بود و من در نوجوانی اونو کشف کردم، احساس کردم، یعنی با صمد بهرنگی آشنا شدم توسط همون مجموعه و این باعث شد که احساس کنم که من دوست دارم ادبیات کودک کار کنم. ولی به هر حال سیر زندگی می جوری شد که چون خیلی همیشه چیزهای مختلفی رو دوست داشتم، علاقه داشتم و توشون استعداد داشتم، همینجور هی گرایش پیدا می‌کردم به چیزهای مختلف و هی آزمون و خطا می‌کردم. دیگه در یه زمانی واقعا میتونم بگم که فراموش کرده بودم که من دنبال ادبیات کودک بودم، انقدر که کارهای دیگه کرده بودم، تا اینکه بچه خواهرم به دنیا اومد. وقتی اون به دنیا اومد من تحت تاثیر یک واقعا بارقه عاطفی پشت سر هم شروع کردم به ساختن یک سری ترانه هایی که برای موقعیت های مختلف این بچه بود. این ترانه ها خیلی همون زمان مرتوجه قرار گرفت اقوام یا افرادی که نزدیک بودن و بعد که آروم آروم منتشر شد مرتوجه خیلی های دیگه و من متوجه شدم که خب این نیازه وجود داشته و حتی تا سالها بعدش یادم نبود من همون آدمی هستم که میخواستم ادبیات کودک کار کنم و اصلا آیا نقشی داشته اون مطالعات اون دورم تو این قضیه یا نه. به هر حال اون چیزی که باعث شد در این مقطع از سن برگردم رو کار کودک، علاقه کودکان به کار من بود. وقتی تو اینستاگرام این کار رو گذاشتم و دیدم این بچه‌ها اینقدر به من ذوق نشون میدن و علاقه نشون میدن، یهو دیدم که این یه سرمایه است برای اینکه
یه مقداری هم من خسته و دلزده شده بودم از فضای روشنفکری که توش زیسته بودم، یه مقدار سرخورده شده بودم. مثلا اگه میومدم یه چیزی میگفتم با یک انتقاداتی و با یه جامعه یه ذره وضعیت دو قطبی پیدا کرده، میدونین الان هرچی که میگی با داستانی از توش در میاد. احساس کردم که من که یه همچین سرمایه مهمی دارم و بچه‌ها اینقدر دوست دارن مثلا حالت‌های منو، نمیدونم گفتار منو، لحن منو، احتمالاً یه مجموعه ایه که بچه‌ها دوستش دارن دیگه، خب مگه من این قدرت تاثیرگذاری رو دارم روی نسل آینده، چرا این سرمایه رو ازش غفلت بکنم؟ و بنابراین یهویی در 40 سالگی تصمیم گرفتم اون سلماز نراقی قبل از 40 سالگیمو بذارم توی یه دونه چمدون خیلی مرتب و مشخص. یعنی هر کاری کردم و تو وبسایتم نگاه هم بهش یه چمدون بود، یعنی فکر کردم باید طبقه بندی کنم همه کارهایی که کردم و بذارم تو زیپشو ببندم و بگم تمام شد و سلماز نراقی جدیدی شروع شد از 40 سالگی به بعد، که میخواد هم خودش کودکی کنه، کودکی هایی که نکرده رو شاید تحت تاثیر شرایط سرکوب جمهوری اسلامی یا هرچی، و هم بتونه واقعا یک بخشی توشه ای که برگرفته رو اگه کمکی بتونه بکنه توی بارور کردن نسل آینده بتونه از این توشه استفاده بکنه. آیا نوشتن و گفتن و خوندن برای کودکان به نظر شما کار ساده ایه؟ به هیچ وجه اصلا کار خیلی جذابیه ولی کار ساده ای اصلا نیست. شما با هزاران خط قرمز مواجهی و با هزاران عمل، چون هر کاری میکنی، ببین من ویدیوهایی که به من میرسید خیلی شاکی از این بود که مثلا مادری بود که در دوره بارداریش شنیده بود موزیکای منو و بعد میگفت این بچه دیگه فقط همینو گوش میکنه، یا حتی ویدیویی از موقعی که بچه داره توی شکم مادرش به صدای من واکنش نشون میده برای من میفرستادن. یه احساس تعهد وحشتناک و احساس مسئولیت سنگین و خطیر رو دوشم بود. یعنی واقعا فکر میکردم که اگه صدای من روی اون بچه توی وقتی جنینه داره کار خودشو میکنه، پس من خیلی وظیفم سنگینه. اگه یه خطا بکنم، میدونی ممکنه به نظر خودم، به نظر من با توجه به اینکه نسل من حالا ممکنه هیچ داره ما ندونیم، میتونید دستاوردهای به هر حال روانشناسی، علم، همه اینها داره یه چیزای جدیدی رو در مورد جهان ذهنی کودکان به ما میگه که باید بهشون حتما توجه کنیم وقتی داریم محتوا برای بچه تولید میکنیم. اگه من از اینا غافل باشم و ندانسته یک کاری بکنم یا چیزی بنویسم که حتی یک کلمه تاثیر منفی داشته باشه، پس خیلی باید حواسمو جمع کنم. برای همین اصلا کار کودک نوشتن به ویژه کار آسونی، موزیک هم کار آسونی نیست. اصلا تو هر چیزی که خیلی خوشگله و خیلی آرتیستیه و هنرمندانه اصلا لزوما نمیتونی مصرفش کنی برای کودک، با خیلی ساده تر برخورد کنی باهاش. و سادگی سخته، سادگی به من خیلی چیزها رو آموزش داده، معلم من شد کار کودک. این تازه متوجه شدم که خیلی چیزها رو که خیال میکردم میدونم نمیدونم، باید برم از صفر یه چیزی رو اونقدر باید بدونی اگه بخوای ساده سازی کنی برای بچه توضیح بدی یا بخوای اصلا یک وضعیت ساده ای رو براش ایجاد بکنی، باید خیلی پخته شده باشی خودت. برای همین به نظرم آزمون خیلی مهمی رو من گذروندم از 40 سالگی به بعد با تصمیمی که گرفتم برای متمرکز شدن در حوزه کودک. اتخان خیلی از روزنامه نگاران بزرگ و معروف، پدران روزنامه نگاری می نویسند، کسانی که کلمات خیلی مشکل می نویسند و کلمات قلمبه سلمبه استفاده می کنند چون حرفی برای گفتن نداشتن. اگه داشته باشه به زبون ساده میگه راحت. خیلی از این پیچیدگی ها زیاد داره تو زبان فارسی. مثلا حالا فیلسوفا، کسایی که انتظار میره که به هر حال با ادبیات باید فرق کنه، یه ذره فلسفه دیگه روشنگری قرار بشه، اتفاقا بدتر داره پیچیدگی و رازآلودتر و اینا یعنی خاصیت این زبان فارسی مقدار اینجوریه، لفظند از آدم میتونه فریب بده، سری بری مثلا به این، یعنی تنه میزنه فورا به شعر، و شعر هم همینه دیگه، چند لایه است. همیشه زبان این حمایت چند لایه رو داره ولی زبان فارسی به ویژه خیلی بیشتر. واسه همینم من خراسش خودم هم خود زیادی خستم، حتی از اون چه که خودم می نوشتم خستم. واقعا درس بزرگی به من ادبیات کودک داد. الان اگه بخوام دو مرتبه مثلا همین الان هم که می نویسم و شعر بزرگ سال نویسم، یه جور دیگه می نویسم اصلا. وار کنید سلیقه‌م هم تحت تاثیر قرار داده. ممکنه یه نفر بگه سلام بچه، نه در زبانم، در ادبیات، در زبان، حتی در طرز فکرم تاثیر گذاشته. میدونی یه ذره بی پیرایه‌تر شاید شدم، یه حوصله ندارم یه ذره
شاید برای حشر و زوایت، دونید، یا یه جست، یه چیزهایی رو خیلی جست به نظرم میرسه یه حدی. نمیدونم چقدرش درسته، ولی برای تأثیری بوده که ادبیات کودک رو و موسیقی کودک رو من گذاشته. سحر آزادی بیار، امید و توی قلبمون بکار، نغمه ای بخون که شادی بیاره، دیو سیاه از شادی بیزاره. بپر و بخون توی آسمون، مرغ سحرم مرغ سحرم، به من میگن مرغ نغمه خون، روشنایی و آبادی میاره. قفس نمون، توی قفس نمون. ما که داریم شوق پرواز، کاش بخونیم با هم آواز. ای خدای فلک، ای خدای رنگین کمون، نور شادی به دلها بتاب. بچه ها رو روی بال مرغ سحر ببر، دور دنیا به شادی به چرخون. مرغ سحر آزادی بیار، امید و توی قلبمون بکار، نغمه بخون که شادی بیاره، دیو سیاه از شادی بیزاره. یک سوال آخر، شما خب همه هنرمندان، خیلی همه نه، خیلی از هنرمندان ایرانی نوعی واکنش نشون دادن به اون چه که به عنوان انقلاب مهسا یا زن زندگی آزادی شهرت پیدا کرد. شما در مورد دو تا بچه کار کردین که از قربانیان، یکیشون قربانیه، یکی فرزند یک قربانیه، هر دوتا تکون دادن افکار عمومی ایرانی و تا حدی هم جهانی رو. که خب یکیش اون دختر کوچکیه که اسمش الان خاطرم نیست، که مادرش فرشته احمدی کشته شد، سوگواری مادرشه که جهانی شد چهرهش. یکی هم کیان پیرفلکه که نابغه کوچک بود. چرا این دوتا رو انتخاب کردین؟ چرا بچه، چرا نه زنان و دختران بزرگسالتری که قربانی شدن؟ ببینید، من وقتی که این اتفاق افتاد، من اومدم گرجستان، سه هفته بعدش ماجرای مهسا امینی اتفاق افتاد. من اومده بودم که برای بچه‌ها خب کار کنم، یعنی بهتر و راحت‌تر بتونم کار کنم، و برگشتم یهو دیدم که پشت سرم بچه‌ها رو دارن می‌کشن. 60 و بیش از 60 کودک کشته شدن این وسط، و شما نمی‌دونید من چه روزگاری داشتم. یعنی واقعاً در 4 ماه من بی‌وقفه هر روز گریه می‌کردم. و بعد خب این کیان پیرفلک چیزی بود که یک اتفاقی بود که واقعا تکون دهنده بود. یعنی اینقدر حاشیه هایی که داشت، عناصری که داشت، اینقدر دراماتیک بود، خودش برای خودش اینقدر دراماتیک بود. اون یخ گذاشتنی که کنار اون جنازه بود تا به دست مامورا نیفته، و اون مادر که اینجور زنی بود سخت جگرآور، اصلا برای من فکر میکردم که باید ادبیات برای بکوشه، یعنی در خدمت این اتفاق ها باشه، برای اینکه واقعا این حماسه رو که زنان ایرانی و انسان ایرانی داره زندگی میکنه، انسان معاصر ایرانی داره الان از سر میگذرونه، رو ثبت بکنه. از من انتظار میرفت به هر حال به عنوان کسی که کار کودک میکنم که بیشتر به کودکان بپردازم، و کودکان هم اتفاقا قربانی، بخش مهمی از قربانیان این حادثه بوده، این جنبش بودن. بنابراین من نمیتونستم ساکت بمونم در مقابل
یادم سر ماجرای کیان پیرفلک من کمردردی گرفتم یو که دو سه روز نمیتونستم از جام در بیام بیرون از تو تختم. بنابراین کیان در ذهن من یک تاثیر خیلی مهم میگذاشت، اصلا انگار که بخشی از من فکر با فقط من نبودم، همه بودن. ولی خب آره، من بالاخره با هر آرتیستی برای یه چیزی روش تاثیر میذاره، باید یه خروجی هم ازش به جا میمونه دیگه به خاطر اون تاثیر. من هم برای تولدش یه چیزی ساختم، یک ترانه تولد مخصوصش. بعد همین که مرغ سحر کودکانی که درست کردم و با رقصنده های گرجی رقصیدیم و در نهایت تقدیم به کیان پیرفلک کردم و اصلا از اسم کیان و فلک و اینا استفاده کردم توی اون شعری که در واقع ساخته بودم برای مرغ سحر کودکانه. نمیدونم اونو شما هیچ وقتی دیدی یا نه. و بنابراین دختر فرشته حمدی هم که همینطور این باعث شد که اون صحنه، اون لحظه ای که این بچه اینطوری داره خاک و لمس میکنه، واقعا تکون دهنده بود برام. واقعا امیدوارم ما دیگه هیچ وقت شاهد این صحنه نباشیم، اگرچه که انگار بشر دلش نمیخواد که دست از جنگ برداره. همون طرف تو غزه هم شما الان ببینید که و بچه های زیادی در سراسر جهان همیشه دستخوش این حوادث سیاسی و تصمیمات قدرت ها هستن متاسفانه. با سپاس فراوان از همراهی. ممنون از شما.